یه سوالی که از جناب آقای دکتر داشتم، با توجه به فرمایشاتتون خواستم ببینم شما مایل هستین بیشتر خانوما تو خونه باشن، خونه دار باشن یا شاغل هم باشن در کنار؟ شما یه جارو برقی رو در نظر بگیرید که وقتی میزنیمش به برق این صدا نداره، خیلی حجمش کوچکه ولی کارایی خیلی بالایی داره. ضمن وقتی کار میکنه بوی عطرم میده بیرون، موزیکالم هست، کاملا هم هوشمند بدون سیم کار میکنه، یعنی از راه دور حرکت میکنه و هوشمند کامل. فقط یه مشکل کوچولو داره این جارو برقی، جارو نمیکنه. نفس خلقت زن برای تربیت انسان، یعنی زن مولد، بر همین بهشت رو به شما دادن، به ما مردا ندادن. یک زن دور خانه خدا دفنه، هر که دور خانه خدا میگرده دور قبر هاجر هم میگرده، هیچ مردی به این افتخار نرسید. خداوند شما رو 4 برابر باهوشتر آفریده، چون شما تربیت کننده هستید. شما تولید کارخونتون انسانه. من تولید کارخونم پول، من تولید کارخونم ایجاد وسایل رفاهی برای خانواده. زنها از 50 سالگی به بعد سلولهاشون شروع به رشد کردن میکنه، مردها سلولهاشون میمیره چون وظیفه نگهبانیشون به پایان رسیده. مردها در 50 سالگی میمیرن، زنها مجدد متولد میشن. چرا؟ چون قسمتی از تربیت فرزند به مادر بزرگ مربوط میشه. سلول ها دوباره شروع به رشد میکنن تا زن دوباره مسئولیتش رو به عنوان یک خالق و تربیت کننده ادامه بده. پس حیف نیست که ما با یک ماشین شاسی بلند مدل روز آزادی، انقلاب، مسافر بزنیم؟ میشه زد؟ آیا صرفه و صلاحش با هم دیگه میخونه؟ آیا خوبه که من مغازه کارم رو راه بندازم ولی وظیفه مادر بودنم رو تعطیل بکنم؟ نه، من میگم کار مقدسه و زنها در هر جایی که قرار میگیرن به علت هوش بالایی که دارن آدمای موفقی هستن.